بیا شراغلاس خبرونه بندار له نجيبي سره اومدي سره زما د بندار فیسبوک پانه خوا تھا خو وای څه شوي وای کمنټونه دوه نظر راځي او بیا هغه کی چې ما کوم خوخ کړی هغه بیا ما نه خود دی خو ته لاړ شي کنه خو اشمت الله علی زاده چی هغه عکس ماندی بای نمای عکس یک سلام با تقدیم سلام و خدمت نجیبه جان یلدای عزیز و همکاران علیزاده هستم از ولایت پنجشیر مطالعه یگانه کلید موفقیت است و انسان را می تواند به اوج موفقیت برسانه مطالعه را راه صادر شما نموجه می بیریم نموجه بخوانین خو را برای ما هموار کرده و زندگی پر سادات را که کامگری دارن را در خواهد داشت تقدیم می بخشیم. یک سال میشه در این یاد میگیره ما میقه یاد گرفتیم می بخشیم از پنجشیر چه یک ولایت مقبول. اوهو هو اینا سایگو خو یو لسر ما پسخن میکنه خو اینه میکمینت من بخوانه ما که شما کار دارم. عبدالمالک تلاش چی نوشته که سلام نجیبه گک قند خدا کنه جور سیاد من باشی داری که صحبت میکنی بسیار به تو میزی بد بله ها بن که میمانم باشی تو او یک چیز دیگر که یک دیگر چیز میگم باز چی تو خندید میگرنی و در این روزا ها بسیار مقبول شدی. این روزا سرم زیاد کار است فشار کار زیاد است میبخشی نمی کمنت هم میخوانم کجا رفتی کی هستی اسمت الله نه ساری اسمت ده کنه اقوی سلام ده هرات خیم سلامون علی گلی دی زمانگا طول همکارانو تا ویج زخ پل فامیل تا سخ پروانه گوره ماری رخی سخ پروانه ده او زمان مور تا یو سپیشل سلام وی و لیکم ستاد مور سلام او وای چې ته اوس ډیره خی ډیره زیاته مننه خیر اوسې خانی تا با تشکر بله ها خب میرم طرف پس تینا جان تینا جان برای کسی در تو وایمه چې تینا زمونږ د یلدا جانې لور ده او تو څو واری ما تاسو ته په خبرونه کې هم ویلی دی چې څنګه زمونږ ښه اشپز ده داسې زمونږ یو تکړه خور ده یو تکړه افغانه ده باغیرت افغانه ده چې هغه د سر سوره اوس نشته دی ځکه چې د تینا جان پلار په دنیا کې اوس نشته دی خو دا د خپل لونو د خپل دوه زامن چې ډیر واړه واړه ته پاتې لري نو چې تینا جان دومره دنو تاسو فکر کوئ چې نور کوشنیان به څومره واړی دا غ ټوله کفالت دا پخپله کوي نه یوازې دا چې حلال ډوډۍ ورته ګټي تعلیم پې کوي او دا غې تربیه نن دا زمونږ ساس په مخ کې د تینا جان په شکل کې زمونږ مخې ته ناسته نو آفرین یلدا جان و مردم هم گفته ده فیسبوک میگه که چیری یلدا جان داره آفرین نجیبه جان خیر ببینی و یک ما برات بگم که نه تنهایی که خود تینا جان یا اولادایت که تعلیم متحصل کنه برای خود یک نام پیدا میکنه به فامیلتان مگم به جامعه یک فرد تحصیل کده فامیده و یک کسی که درک میکنه از این خوردرکی که وطن خود و مردم درک میکنه ما فکر کده میتونیم انشالله که با اینده چی کارای خوب کردن به وطن خود به مردم خود انشالله تشکر نجیبه جان زنده باشی انشالله خب تینا جان عزیز آل برمام چی دکلمه میگونی کدام شعر ما با شما به خاطر عشق و علاقه که به وطنم دارم یک دکلمه میکنم درباره وطنم و این تقدیم میکنیم با کل افغانستان با کل افغانا و خدا کنه که یک مرضی که ما داریم که پشتون است تاجک است یا زهرا سی است خدا کنه که اونم رقم از دست بدیم که هیچ د وقت ها که بود یک وقت بود افغانستان ما میشنوم از کلانای خود که دسی وقت با او چی ده خبری نوی وش تاره خدای دیو که چی دسی مین زمانگ در طول دیو بل سر بیتر پیدا شی وطنم وطنم ای خاک رنج دیده وطنی که خاکت رنگ خون را کشیده وطنم که آسمانت را ابر غم گرفته تو که تا هنوز جامعه سبز سل را پیکر آلوده به خونت تجربه نکرده وطنم ای مادر رنج دیده ای یار و یاور یتیمان ای که تا حال به اشکت کسی التفات بگو دردهایت را پشت کدام کوپنهان کردی
ای که همه از کنار دردهایت با سنگدلی و بی‌تفاوتی عبور کرده، ای زادگاه شیر مردان، ای بستر پرورش گاه دلیر زنان تاریخ، وطنم تا کی تو را به حال خودت وا می‌گذارند؟ وطنم ای تشنه وحدت، تا کی شاهد موج خون خواهی بود؟ تا کی آماج دشخیم خیانت خواهی بود؟ ای ستم دیده تاریخ، قربانی سوفار جنایت، فرزندانت امیدها و آلمانت را برآورده خواهند کرد. ناامید مباش، تمام فرزندان خاین نیستند، هستند کسانی که حرمتت را پاس بدارند. این فرزندانی را که با مهر پرورندی آبادت خواهد کرد، تا جایی که دیگر قصه های جنگ در گوش کودکان فردایت افسانه شود. بار دیگر شاهد خواهی بود که به جای قریب و توپ و فریادهای تفنگ، صدای اندلیبان سر در فضای نیلگون تنین انداز شود. وطنم، فصل سرد زمستانت را روزی بهار گرم تر افزار در پی خواهد داشت. کویرهای خشکیده از آتش جنگ را بهاران سال به مرتی پدرام بدل خواهد نمود. به همت فرزندان صدیق و فداکارت آباد خواهی شد. در آخر دشمنانت نابود می شوند. همت ما آبادگر و غیرت ما نابودگر دشمنانت خواهد بود. آخر آبادت می کنیم، آخر آباد می شوی. انشالله، انشالله. دیر خسته، دیر خواندور. و اگر برای ما بگوییم که کتاب در چقدر وقت نوشته کردی؟ نجیبه جان، من کتاب بسیار وقت نوشته کرده بودم. به خاطر شرایطی که من داشتم نمیتونستم این را چاپ کنم. اولا که به سن نرسیده بودم که من بتونم این احساسات من بروز بتام و امرای مردم در اشتراک بگذارم. اما وقتی که بزرگتر شدم و خواستم که باید نه، احساس مرا باید همگی بفهمند، باید همگی درک کنند و باید امی فرهنگ کتابخانی و مطالعه رشد کنه، باز خواستم که را چاپ کنم. و وقتی که را خواستم چاپ کنم، مقاله ایزی را در یک دفتر نوت گرفته بودم. باز ایرا تقریبا در دو شب شیشتم در لپتاپ ایرا تایپ کردم. فقط در دو شب که ساعت 7 شب تا 9 شب شیشتم ایرا تایپ کردم. بعد فرداش همراه پدر کلانم در یک مطبعه رفتیم و یکی از انتشارات سید بود که ما رفتیم در اونجا ایرا به چاپ دادیم، که وا هم واقعا خوش شدن و به ای امچو یک دختر افتخار کردن. و واقعا من ای احساس خود قابل قدر میدانم، چون تا انسان خودش خود قدر نتا، هیچ کس کسی را قدر نمیتا. هاو کیو نی بسیار مردم خود قدر میتا عزیزم، میفهمی؟ نه، بر احترامات نثار تان باد، افرین به مهمان کوچکتان که کتاب نوشته کرده، مفکوره های مثبت و عالی دارد. کی هستنی؟ این مهمان کوچک شما تا 70% خود او که 70% میگه کپی خودت است نجیبه جان، و گلاس هم از خودتان باشه از طرف ما به مهمانتان تحفه بدین. همیشه خوش باشین. تشکر نوید مهرابی، بسیار تشکر. خب باز هم سلام به نجیبه جان و یلدا جان. عایشه خوشبو نیکزاد هستم از کابل، 12 ساله. شما هیچ ایمیل های مرا نمیخوانین، مهمان چهره یلدا جان را داره. تشکر. اوف چقدر کار بودی تو خوشبو جان. خب باز هم کی است نجیبه جان؟ فکر کنم ایمیل ما برات نرسیده. این رسیده بکتاش استم از کابل، فکر کنم چهره یلدا جان را داره. بله ها دمه